سختگاهی رو از بازداشت آوردن. من ازشون خواستم که براشون توضیح دادم که باید شما رو ببرم به پزشکی قانونی، چون که ادعا شده که مورد ضرب شتم واقع شدید. بیان شد که خیر، من مورد ضرب شتم واقع نشدم، در صحت و سلامت هستم. حمید رضا جمشیدی اردکانی مدت کوتاهی وکیل نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان مرداد 97 بود و به واسطه ادعایش درباره عدم شکنجه نوید در گفتگویی با صدا و سیما شهرت یافت. حال که نوید افکاری جان باخته، با او تماس گرفتیم و ابتدا از او پرسیدیم که چه حس و حالی دارد و آیا امروز به خاطر اظهارات نادرستش احساس گناه می‌کند یا خیر. فوت هر انسان موجب به درد اومدن قلب آدم میشه، حالا به هر دلیلی، حالا اگر جرم انجام داده باشه یا نداده باشه یا هر چیزی. خدا رحمتشون کنه، فوت شدن، اعدام شدن. این دلیل نمیشه که کسی خوشحال باشه، هر کسی انسان باشه ناراحت میشه. آیا فکر میکنید که شما به عنوان وکیلش به اندازه کافی تمام تلاشتون رو کردین، ازش دفاع کردین تا مانع از کشته شدنش بشین؟ در مرحله بفر تا اون جایی که جا داشته بود من دفاع کردم، هیچ چیزی کوتاهی نگردم، ملاقات کردم. اگر که تقاضای ملاقات برای خانوادش بود، اگر اعتراض به قراری بود، اگر هر چیز بود، من انجام دادم، کوتاهی نکردم براش. چندین فایل صوتی از جلسه دادگاه منتشر شده که نشون میده وحید افکاری حتی در دادگاه به قاضی میگه من چندین ماه شکنجه شدم تا به قتل اعتراف کنم. آیا شما الان فکر نمی‌کنین که نوید افکاری اون زمان از ترس مأمور اداره آگاهی نتونسته حقیقت رو به شما بگه؟ اون زمانی که من اونجا بودم، من ازشون خواستم که بیان ببریمش پزشک قانونی، هیچ مشکلی نداشتن. بارها اصرار کردم بهشون، ازشون خواستم که ایشون رو به پزشکخانه ببرم، خودشون نخواستن، با وجود این که اطمینان داشتن که هیچ مسئله ای نیست. حالا اون که توی داد اون توی باز چیز بود، آگاهی بود، ولی توی دادگاهش من وکیلش نبودم. شما آیا خودتون اصلا مجاب شدین که نوید افکاری مرتکب قتل شده؟ ببینید، من هیچ وقت کسی رو، من به هر کسی رو برمیدارم، حالا انجام داده باشه چه انجام نداده باشه، قتل رو، حالا هر پرونده ای دیگه، چه انجام داده باشه چه انجام نداده باشه، مکلف هستم از حقوق دفاع کنم. بس از نظر از این که انجام داده باشه یا خیر، به هر حال ولی که انجام هم داده باشه یه حق و حقوق داره، مکلف هستم از اون حقوق استفاده دفاع کنم. اگر انجام نداده باشه هم که خب انشالله که ما امید داریم هر پرونده باشه که براحت بگیریم براش. این که شما تلاش خودتون رو برای دفاع کردین و کارایی هم انجام دادین سر جای خودش، ولی اتهام سنگینی بوده، اتهام قتل بوده. آیا خودتون مجاب شدین که این اتهام درسته؟ آیا اسناد و مدارک کافی وجود داشت؟ ببینید، ایشون اقرار داشت، دوست علیه شهادت داده بود و اینکه یک سری عملیات فنی که خود اداره آگاهی داشت. من نمیتونم بگم ایشون قتل انجام داده یا نداده. من به هیچ وجه اظهار نظر قضایی نمی کنم، چون من یه وکیل هستم. متاسفانه ما با رسانه ها که صحبت میکنیم، رسانه ها ما هر چیزی میگیم یه چیزی برخوش، فقط یک جوی علیه من دارن ایجاد میکنن. فکر میکنن من خواهان این هستم که خدای نکرده موکلم اتفاق برش بیفته، در حالی که همچین چیزی نیست. من موکلم بود کسی که یک بار شما یک جا ببینید باشی، سلامی هم داشته باشید، سلام علیکی، حال احوال پرسی داشته باشید، ایشون تو ذهن شما میمونه. حالا اینکه موکلتان باشه، تعهدی در برابرش داشته باشید، بیشتر شما را اذیت میکنه که بخواید یه عاقبت اینجوری براش ببینید. شما وقتی که با نوید افکاری صحبت میکردین میگفت که من این کارو انجام دادم یا این کارو انجام ندادم، این قتل رو مرتکب شدم یا نه؟ گفت من این کارو کردم، هر کسی هر کاری کرد باید تاوانش ببینه. این جملهش بود. شما آقای افکاری رو تنها که ندیدین، در حضور ماموران آگاهی دیدین، درسته؟ ماموران آگاهی یک نفر بیشتر نبود. خب یه نفر کافیه، لازم نیست 10 تا مامور باشه که. ظاهرا نوید افکاری رو تهدید کرده بودن که اگه بگی میخوام برم پزشکی قانونی، 10 برابر بلایی که سرت آوردیم و دوباره سرت میاریم و اعضای خانواده‌ت هم یکی یکی میگیریم و همین بلا رو سرشون میاریم. اجازه بدید. از زمانی مردم دوست دارن، دوست ندارم حقیقت رو بشنوم، دوست دارم اون چیزی که در ذهنشون رو بشنومش.
من اون زمانی که نامه پزشکی قانونی رو گرفتم تا زمانی که بردمش توی اداره آگاهی 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. و زمانی که رسیدم اداره آگاهی، رئیس دایره قتل اداره آگاهی شوکه شد، همچین نامه ای گفت اصلا این چیه؟ و کی گفته ما شکنجه کردیم؟ و آوردنش هیچ موردی هم نداشت اون زمانی که من با ایشون صحبت کردم. هیچ موردی نداشت یعنی چی؟ یعنی شما بدنش رو معاینه کردید دیدید که آثار شکنجه روش نیست؟ من که زیر لباسش نمیبینم. خب بسیار خب، پس چرا میگین که اصلا هیچ مشکلی نداشت؟ مشکلی نداشت چون آروم اومدم جلو، گفتم سالمی، گفت سالم. گفتم ببین این نامه است، من دارم میبرم پزشکخانه، جای نگران نداره، بیا ببرمت. گفت که نه من نیازی ندارم که برم پزشکخانه. گفتم چرا؟ این پدرت مادرت اینا همه هم پای واسطه تو جلد در اداره آگاهی اصرار بر اینه که مورد شکنجه واقع شد، بیا ببریم. اصلا هر کاری ما کردیم ایشون این مرحوم قبول نکرد. شما اصلا صدای نوید افکاری رو در مکالماتی که با اعضای خانوادهش انجام داده شنیدین؟ نه، من از رسانه ها به دورم متاسفم. صدای ایشون توی تمام شبکه‌های اجتماعی هست، داره میگه که منو معاینه کرد پزشکی قانونی، 10 الی 15 نقطه از بدنم آثار شکنجه بوده. ببینید من یک توی اون 20 روز اولیه وکیلشون، شاید بعد شکنجه کرده باشن نکرده باشن، این من که بگی در جریان نیستم. من چه میدونم، من تا زمانی که من رفتم پیشش این بود. ببخشید، شما بر چه اساسی اصلا رفتید برای بررسی موضوع شکنجه؟ درخواست کی بود؟ پدر و مادرش. خب پدر مادرش همینجوری روی هوا خواب دیدن گفتن بچه‌مون شکنجه شده؟ ببینید اقرار کرده بود. خب بعد پدر و مادرش اومدن دفتر من، گفتن بچه‌مون شکنجه کردن که اقرار کرد. و بر این اساس ما رفتیم درخواست دادیم. خب شما اصلا فکر نکردین که نوید در حضور مأمور آگاهی نمیتونه راستشو بگه؟ وقتی که حضورم، وقتی که وکیلت هست و نامه داره که فوری هم ببرنت پزشکی قانون، نه مشکلی نداره. فکر نمی‌کنم، چون بذار یه چیزی بهتون بگم، پسر بسیار پسر روشنی بود، بسیار باهوش، بسیار آگاه. ببین سطح سوادش دیپلم بود ولی به اندازه یه فوق دکترا هم آگاهی داشت. بسیار پسر روشنی بود، اهل مطالعه بود، اهل فلسفه هم بود. یعنی تی همون 10 دقیقه 20 دقیقه نیست ما با هم نشستیم صحبت کردیم، آروم نشستیم کنار هم بود. بسیار پسر روشنی بود، خدا بیامرز. آقای جمشیدی، سواد و هوش و فلسفه جای خودش، ولی شما رو هم اگه تهدید کنن که خانواده‌ات، فرزند، پدر و مادر 70 سالت رو میگیریم شکنجه میکنیم، ممکنه به هر چیزی اعتراف کنین؟ نه، خانواده افکار خانواده شجاعی هستن. یعنی الان شما بگن که مادرتون رو میگیرن، فرزندتون رو میگیرن شکنجه میکنن، شما میپذیرید؟ میگید چون ما شجاعیم میپذیرم که بچه 5 سالم، 10 سالم، مادر 70 سالم شکنجه بشه؟ ببین بستگی به شجاعت مون، اینا بسیار آدم شجاعی هستن. نترس بودن. خب همچی چیزی از شما وقتی، ببخشید عذر میخوام، شما وقتی دارید میرید نفر رو ملاقات میکنید، یکیش آدم ترسویی هستش که مشخص، یکی هم آدم شجاعی هستش، فکر میکنید باید برخوردتون با دو تاش یه جور باشه؟ من متوجه نمیشم این موضوع چه ربطی به شجاعت داره. وقتی که پای پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند اینا پیش میاد، دیگه مسئله شجاعت شخصی مطرح نیست. همون چیزی که ازشون دیدم، در کمال آرامش بودن، هیچ مشکلی نداشتن اون لحظه. هیچ وقت شما همچین فکری نمیتونستین بکنید که یه روزی این آقا فکر کنید با این تفاصیل تحت چه کجوری. من با اون جرأت شجاعت که ازشون دیدم فکر نمیکردم همچین چیزی باشه. نه آقای جمشیدی، توی فایل‌های صوتی که از جلسه دادگاه منتشر شده، نوید افکاری داره به قاضی دادگاه میگه که من 3 ماه پشت سرم توسط اطلاعات شکنجه شدم تا به قتل اعتراف کنم. داره میگه یک فیلمی هست که 23 دقیقه ضرب و جرح منتهی به قتل رو ضبط کرده ظاهراً و در دادخواست بهش استناد شده. اونو بیارین نشون بدی. آیا شما همچون فیلمی رو دیدین؟ آیا همچون فیلمی وجود داشته؟ توی اقرارش گفته من دو تا کارت زدم اومدم رفتم. دو تا کارت زدن 20 دقیقه وقت میبره. هر عقل سالمی این میتونه بفهمه. ببخشید، شما دارین الان بر اساس گزارش صدا و سیما صحبت میکنین یا بر اساس کیفرخواست؟ نگاه اصلا من به کیفرخواست نرسیدم، به خدا. من در مرحله اولی بر اساس اقرار خودش کرده دارم حرف میزنم. مگه چنین چیزی ممکنه؟ شما وکیلش بودین، کیفرخواست رو ندیدین، فقط بر اساس اقرارش رفتین صحبت میکردین؟ اصلا به کیفرخواست نرسیدم. شما میدونید کیفرخواست چیه یا من برات توضیح بدم؟ ببینید من قبل از صدور کیفرخواست استعفا دادم. برادر من، شما وقتی تحقیقات انجام میشه، اول تحقیقات انجام میشه، اول شکایت میکنه یک کسی، بعد طرف رو دعوت میکنن. حالا اگه اومد قابل دعوت داشت که دعوت میکنن، قابل دعوت نداشت که حالا باید جلب و اینا میرن جلب میکنن، میارن
حالا برایش قرار ساده میکنن، جره مثلا قد رو قرار بازداشت ساده میکنن برایش، برای که یه وقت هم نکنه یه وقت آسان جور باید دور نبره، درست اینو بازداشت میکنن، بعد میان ازش تحقیق میکنن. بله خب حالا شما میگید شکنجه کردن، حالا یا با شکنجه یا به شکنجه من کار ندارم، میان ازش تحقیق میکنن. توی این تحقیقی که انجام دادن اومدن گفتن که خب آقای فلانی چی بوده که این اقرار صورت گرفت؟ حالا اقرارم به دلیلی بوده که حالا باش که پرونده رو کسی خونده باشه اون بهتون میگه، یک اتفاقی میفته این وسط یک کسی یه حرفی علیه ایشون میزنه که اصلا بعد از اون این اقرار صورت میگیره و یعنی اون شخص که میارن اون اقرار اون شهادت میده حرف میزنه که این اقرار خواهد باشه، اصلا توقع هم نداشت که همچین حرفی بزنه. خب اینجا هم شد، ببین من اینجا استفاده دارم دیگه، یعنی بعد از اینکه اقرار میکنه من میرم نامه پزشکخانه میگیرم میارم، یعنی شما عملا هیچ سند و مدرکی علیه نوید افکاری ندیدین، تنها چیزی که وجود داشته اقرار خودش بوده، درسته؟ خب مستندات فنی از طرف مخابرات مگه چی هست؟ یه دکل مخابرات هست که میگه که این گوشی در فلان ساعت در این منطقه بوده در یک شعاعی چند کیلومتری. یه لحظه ببخشید. ببینید دکل مخابراتی میگه ایشون در شعای فلان کیلومتری مثلا چندین کیلومتر نزدیک این دکل بوده. خب این چیه؟ من دارم دونه بهت میگم. بله. خب این یکیش. دیگه چی؟ دو رو لباس ورزشی بود که تنش بود زیر دوربین میبینه و اون مغازه‌دار بعد میاد علیه شهادت میده. اون میاد زیر دوربین دارد میشه. بعد یکی از ورزشکارا که من اسم نمیارم چیه؟ خب از هم باشگاهیاش. اینو میارن تایید میکنه میگه این فلانیه. چون دو بار جلوی یه مغازه رد شده پس متهم به قتله به همین سادگی. نه جلو مغازه رد نمیشه، اون جلو مغازه میاد میگه فلانی زنگ زن به برادرش، میگه فلانی بله، میگه اونی که اون بر خیابون بوده داره رد میشه میره سری بیا بریم دنبالش. مگه چنین مکالمه جایی ضبط شده؟ پس چرا منتشر نکردن تا حالا؟ نه اجازه بدید مکالمه شما چرا تحریف میکنه؟ نه قربان من دارم سوال میکنم. مغازه دار فکر میکنه نوید و وحید بچه اطلاعاتی باشن و بچه بسیجی چیزا باشن. خب بس. میره به اون دو نفری که اون ور خیاب بودن که یکیش مقتول میشه. خب میاد میره به اون کسی که فوت شده و اون کسی که باهاش بوده میگه فلانی هم میگه بله، میگه بچه ها بسیجی ها دنبالتونن. اونم از این جهت یعنی خب بعد دو نفری بودن، یکیشون که میرسونه تشتر خونه، اونم که بگی میاد بعدن اون میگه ما فلان جا بودیم فلان مغازه اینو گفت، اون مغازه داره میارن میگه آقا من فیلمشو دارم این بوده، فیلمو میارن میبینن لباس ورزشی تنشه مال یه فلان تیم خاص، بعد میرن لباس اون تیمو میارن میگن این 12 نفر بیشتر این لباسا رو نداشته، اون 12 نفر میارن میگن یکیش میگه من منو دادم به نوید. این اولین سرنخی بود که دستشون افتاد. بعد از این یکی از حالا دوست آشنا خوب خیش نمیدونم بگم چیه اون میاد علیه نوید صحبتی کرده بوده که میاد اون علیه نوید صحبت میکنه، اون که صحبت کرد بعدش اقرار صورت گرفت. بدین ترتیب همین رضا جمشیدی اردکانی میگوید صاحب یک مغازه نوید افکاری را دیده که با تلفن به برادرش گفته دو نفری که آن طرف خیابان هستند رفتند، بیا برویم دنبالشان. اما مشکل اینجاست که مکالمه مذکور جایی ضبط نشده، بلکه فقط صاحب مغازه آن را ادعا میکند. در ضمن این فیلمی است که دوربین مغازه همان فرد لحظه عبور نوید را نشان میداد. بار اول نوید در حال مکالمه با کسی نیست و بار دوم هم او قبل از این که به جلوی مغازه برسد مکالمه اش را تمام می کند. مشخص نیست صاحب مغازه که احتمالاً داخل مغازه بوده چطور چنین مکالمه ای را شنیده. حتی اگر او چنین مکالمه ای را شنیده باشد از کجا مشخص می شود که منظور او مأمور حراست اداره آب بوده که بعداً به قتل رسیده. علاوه بر این قتل مأمور حراست اداره آب در ساعت 11:30 اتفاق افتاده، ولی طبق ساعت ثبت شده روی فیلم های ضبط شده نوید افکاری ابتدا ساعت 9:52 و دفعه بعد ساعت 10:12، یعنی حدود 1:20 پیش از وقوع قتل از جلوی دوربین عبور کرده. جمشیدی میگوید یک فرد دیگر هم علیه نوید شهادت داده و ظاهرا نوید در حضور او به قتل اعتراف کرده.
این شاهد سعید ارجمند دشتکی نام دارد که بعداً در یک سند رسمی میگوید تحت فشار بازجویان مجبور به اقرار علیه نوید شده و او از اینکه نوید افکاری جرمی مرتکب شده باشد بی اطلاع است. بار دیگر از آقای جمشیدی میپرسم آیا غیر از فیلم عبور نوید از جلوی یک مغازه، اقرار خودش تحت شکنجه و شهادت فردی که بعداً شهادتش را پس گرفته واقعاً سند و مدرک کافی وجود داشته که خود او را قانع کند؟ منظورتون از سند کافی چیه؟ که یک فیلمی باشه رویش زوم شده باشه در حال قتل این آقا باشه؟ بله. نه، همچین چیزی وجود نداره. پس عملاً باید بگیم که فیلمی که نوید رو دو بار جلوی یک مغازه نشون میده که داره عبور میکنه، این شده سندی برای قتل؟ نه، این تنها نیست. دیگه چی هست؟ شما بفرمایید. خب شهادت دوستش بود، شهادت مغازه‌دار بود، شهادت کسی بود که منطور با کش تحریف کرده بود، مستندات فنی که تکلیفش مشخصه. یه آنتن مخابراتی نشون داده که گوشی ایشون در یک زمان مشخصی در فلان منطقه بوده. شهادت مغازه‌دار چی بوده؟ گفته که من ایشون رو در حال قتل دیدم. نه، خب مغازه‌دار گفته که من نوید افکاری رو دیدم که اینجا رد شده. غیر از اینه؟ نه، اینجا دیده که او دنبال دو نفر بوده همین. بعد یه شاهد دیگه ای هم بوده که گفته که من این لباس رو دادم به نوید افکاری، درسته؟ اینم بود، بله. خب یه مغازه‌دار هست که میگه که نوید جلوی دوربین من رد شده، یه نفر هست که میگه من لباسم رو دادم به نوید، و نفر سوم چی بود؟ یه قسمت عمدهش اون نفر سوم، نفر بعدی هستش که شهادت علیه ایشون داده. اصلا اونی که اون شهادت رو داد نوید برید، نوید اقرار کرده پشتش. یعنی ایشون گفته من دیدم نوید افکاری در حال قتل این آقای ترکمان؟ نه، گفت نوید به من اینو گفت. گفت اصلا نوید اقرار نکرد. تا وقتی اون حرف به نوید نگفته بودن نوید اقرار نکرده است. دوستش، یعنی حرفی که خودش میشه دوستش زده بود، دوستش اومده اینو گفته. و بعد از اینکه دوستش این حرف رو زد توی دادسرا نوید اقرار کرد و الا اقرار نکرد. دوستش دیتیل این موضوع میاد میگه. بله، ریز موضوع گفت. خب دوستش ممکنه که یه خصومتی باش داشته، منم ممکنه که با شما خصومتی داشته باشم، از جزئیات یه قتلم خبر داشته باشم، بگم که این جزئیاتش آقای جمشیدی انجام داده. نگاه کنید، من نمیدونم، میگم این ریز یک مسئله رو ایشون میاد میگه. وقتی اون ریزها رو به نوید میگن، نوید شروع میکنه به اقرار کردن. ما رفتیم بودیم تو رو خدا عرشیتش بیا ببرم پزشکی قانونی، گفت نه. بعدش متاسفانه اگر تحت شکنجه بود چرا به وکیلش نگفتی که دوباره ببرم اونجا؟ به خاطر اینکه ترسیده بوده. چطور تازگاه میتونه همچین چیزی رو دوباره بگه؟ همون لحظه درخواست بده. ببین آزار شکنجه رو بدن میمونه. خب وقتی فرد جلوی قاضی در دادگاه داره میگه من تحت شکنجه قرار گرفتم، نباید دیگه درخواستی ارائه بشه دیگه. خود قاضی باید دستور رسیدگی بده، دستور معاینه بده. ببینید چرا وکیلشون درخواست، من فقط به صرفی که به هم گفتن من درخواست دادم. ایشون داره خانوادش هم به من گفتن. من اشتباه همین بود که گفتم آقا بیا ببرم پزشکان، باید نمیگفتم تا این جنجال هم برپا نمیشد. بعدها یه دستاویزی هم بود برای خانوادش بعدن استفاده کنن. الان برای من تو سایت ها بنام میشه میتن جیرکار حکومت عجیب نمیشه. غلط کرد اون چیزی که داره چیزی می نویسه. متاسفانه مردم یاد گرفت فقط و فقط میخوان علی، یعنی اون چیزی که در ذهنشون هستش براشون بگی. من خب من این حقیقت رو گفتم، رو صداقت هم گفتم، اشتباه کردم، صادق بودم. اگر وکیلشون شنید این حرف رو که گفته من تحت شکنجه بودم، چرا همون درخواست نداده براتش بگوشت؟ ببخشی من نمیدونم که وکیلش همچون درخواستی رو داده یا نه. شما میدونین که نداده؟ شما خانوادشون بپرسید. خب دیگه پس نمیدونیم، شاید داده. خب شما که نمیدونید که وکیلش درخواست داده یا نه. اگر نداده، نظر من اینه، اگر نداده شما پیله کنید رو اون یکی، نه رو این یکی که تو تاتا خودش نیومده. من اگر که مثل توف سروالا میمونه صورت خودم، من اگر بگم بعد قانش شدم، یعنی دارم موکلم و محکوم میکنم، همچی حرفی من هیچ وقت نمیزنم. اگر بگم نه قانه نشدم، یعنی دارم یک سری به قول رای قطعی رو علیه شرف میزنن، چه چیزی دیگه رای داده. بعد میگن خب شما که تایید نمیکنید، بر چه اساس تایید نمیکنید؟ خب بعد من میگم تایید میکنم، نمیگن شما بر چه اساس. آدم باید خودش یکم وجدان داشته باشه. من چجوری بیام الان اینو تایید کنم یا رد کنم؟ من تاییدش میکنم این مورد رو، نه رد میکنم.
در گزارش صدا و سیما اومده بود که نوید افکاری در اعترافاتش گفته که من با انگیزه شخصی حسن ترکمان رو کشتم. انگیزه شخصیش چی بوده واقعا؟ من چیزی دیگه از انگیزه شنیدم که نمیتونم بیان کنم الان. حسن این پرونده قتل بود. روزی هم که شروع شد استارت خورده به عنوان قتل استارت خورده. این دیگه اون ببین زمانی که من استعفا دادم فکر کنم چند روز یا این ورده یا اون ورترش بود که این پرونده سرقه امنیتی دیگه گرفت. قبلش بود دیگه. چند روز قبل سرقه امنیتی یه چیزی گفته بود که دیگه سبقه امنیتی ولا به عنوان پرونده قتل ساده داشته سیگی میشد. در هر صورت افراد زیادی هستن که شما رو مقصر میدونن به خاطر قتل نوید افکاری. زمانی من میتونم بگم من مقصرم که حکم قطعی نشده باشه، که حکم به استیزان نرسیده باشه، که اعاده دادرسیش رد نشده باشه، که نرفته باشه اجرا، که پرونده تمام نشده باشه. کجاش من؟ این تقصیر من دقیقا کجا اینجاست؟ پس شما الان وجدانتون راحت هست و اصلا فکر نمی کنید که یک آدم بیگناه کشته شده؟ من ببینید نمیگم ایشون گناهکاری یا بیگناه نیست یا بیگناهه، هیچ فرق همچی اظهار نظر نمی کنم، ولی پیش خودم و خدای خودم و وجدان خودم از این جهت که تلاشم رو براشون کردم راضی هستم، یعنی کوتاهی براشون نکردم، خدایش کوتاهی نکردم. حتی با اون مصاحبه‌ای که با بخش BC شبکه دو انجام دادین؟ 23 اگر مصاحبه‌ای بوده بعد از اینکه همه چیزی تمام شده بود من مصاحبه کردم. آقای نوید افکاری حداقل اون زمان زنده بود ولی الان دیگه نیست. و تأثیری در کار ایشون نداشت. اگر اونقدی که فضای مجازی ایشون رو به تناب دار نزدیک می‌کرد، اونقدی که فضای مجازی ایشون رو نزدیک کرد، حرف من اصلا تأثیری نداشت. چرا که توی فضای مجازی میگفتن به فرد فلانی جیرخوار دولت بوده، یک دوتا فوش هم به اون مرحوم ترکمان میدادن، بعد خانوادهش بچهش و رسهش تحریک میشدن دیگه، اصرار میکردن. حتما من نمیگم دیدم که این کار کردن، حتما تحریک میشن، حتما یک سری هیجاناتی براش به وجود. پس عاقلانه نبود که اینقدر بولدش کنن که بخواد تصریح بشه در کارش. حمید رضا جمشیدی اردکانی در پایان میگوید در روزهای اخیر برخی برایش پیام‌های توهین‌آمیز می‌فرستند و او را مسئول مرگ نوید افکاری معرفی می‌کنند. دیشب طرف اومده گفته که نه من نه، دیشب طرف اومده وجدانت خوابه یا بیداره؟ خودت خوابیدی وجدانت چی؟ یکی دیگه اومده فحاشی عواد من می‌کنه، یکی دیگه اومده نفرین می‌کنه که ان شاءالله سر خودت خانواده‌ات بیاد. این حرفا نیست. من اشتباه کردم که حقیقت رو گفتم. یعنی من چی میدرسم اصلا 23 چیه؟ ایران اینترنشنال چی میدرسم چیه؟ من مصاحبه دادم، بعد به من گفتم آقای اینترنشنال همچی قدیه بود. خب من چی دروغی نگفتم، این حقیقت رو گفتم. من دیشب ساعت 3 شب خوابم، طرف پیام داده هرچی فوش ناموسی به من میده، هرچی فوش حواله اموات من میکنه، هرچی بد و بیراه داره به من و خانواده‌ام میگه که چی؟ خدا بیا مرزتش، یک کسی دیگه بعدها وکیلش شده، میتونست همون وکیلشون هم بیاد همین ادعای من رو مطرح کنه، میتونست اگر بحثی هستش ببینید توی دادسرا وقتی دیگه کیفر خواد خورده بود دیگه ترسی نداشت، دیگه برده بودن بازداشتگاه. اون وقت ادعا میشد وکیلش ارجاع میداد.